برم خدا با سلام عرض ادب بچه این جلسه میخوایم بریم و بپرزیم به موضوع جالب یا کنید ما قبلا چی میگفتیم قبلا میگفتیم اقا مثلا من میام این چسم ما میکشم یه مقداری که بکشم ولش کنم تا رو برمیگرد همینجوری میشه نگاه الان هر چقدر الان اینو بکشم این اما حالت اولیش برمیگرد چرا چون این یه مقدار بسیار زیادی فرزن نیرو لازم داره تا اینکه ول بشه یه شل کنه حالا میخوایم یک در همین صحبت کنیم یا ما یه سری ماده داریم که اینا تا یه تنشی رو تحمل میکنن یه مثلا با تا پنج تا تنش تحمل میکنن تا ده تا تنش تحمل میکنن اما از یه جایی به بعد دیگه ول میکنن یعنی این دیگه ول میکنن ما باید تو این نمودار ببینیم نمودار تنش کرنش که چجوری آقا تا اینجا تحمل میکنه اما جای بعدش دیگه آقا همونو ادامه میده حالا اینا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که آقا من تو این ناحیه اگر هر چقدر بکشم حتی به مرز برسم ول کنم به حالت اولیه برمیگردم اما موضوعی که هست اگر من اینو بکشم بکشم دیگه به اینجا برسه و ادامه بده دیگه قضیه اینجوری نیست شما مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم شما هایی که میخرید از سوپری مارکت سوپری می‌خواستم سوپرمارکت یه ذره بکشیدش برمیگرده حالت سری بعد خیلی بکشیدشون میبینید یه حالت نازوکی میشه یه حالتی که دیگه انگار افتاده یه حالت خسته میشه اون حالت دیگه به حالت اولیهش بر نمیگرده یه دیگه پلاستیک سر حال نمیشه خب این میتونیم یه مقدار مشابه سازی کنیم با این حالت نگاه اصلا من حرفم سر پلاستیک نیست اون خیلی واضحه اما دارم اینجوری میگم که متوجه بشید احتمالا مثلا یکی خاطره به از پلاستیک هم داشته باشه از این موضوع اما به پلاستیک گزینه خوب بود حالا پس ما چیارو متوجه شدیم یه جنبندی بکنیم آقا تا اینجا بیاد برمیگرده تا اینجا بیاد به حالت اولیش لزوما بر نمیگرده یک مقدار تغییرات داره حالا اون نیرو رو که ول کنیم نیاکا اینجا نیرو رو ول کردیم دیگه تنش ول کردیم اومده اومده اینجا نیاکا اینجا چیه؟ اینجا یه ذره کرنش توش مونده یه ذره تغییر داشته خب ماجی یه دست من افتاد حالا بریم یه سوال حل کنیم که این توضیحاتی که دادیمو یه جنبندی بکنیم تو این سال حالا من داده ها رو میخونم توی این سوال لپ مطلبش اینه که آقا من اومدم یه چیزی رو فرزن کشیدم خب اینه که کشیدم از حالت الاستیک خارج شده و اومده اینجا حالا که رسیده اینجا من چی رو میخوام به دست بیارم میخوام ببینم آقا چقدر تغییر طول دائم دارم چقدر میمونه من اینو کشیدم از حالت الاستیک خارج شد خب چقدر طولش اضافه میشه و میمونه بر نمیگرده اومده همه چی هم تقریبا به مورد طول اولی رو داده ساعت نقطه رو داده ای رو داده تنش در آسایی رو داده و تغییر طول این تغییر طول چیه این تغییر طولی که آقا جان در حالت اولیه میده یا اولیه اولی چه فقط یه نگاه کن نگاه کن ما تغییر طولی که میدیم دائمی نیست بار که برداشته بشه برمیگردیم یک مقدارش حالت اولیش ما میخواهیم بریم اون میزان تغییری که توش میمونه رو کار داریم خب اه من نوشتم قبلا باگه شونیم نیا کنید بچه ها ما باید اصلا چی کار کنیم باید بریم و کرنش رو در حالتی که از حالت الاستیک میخواد خارج بشه رو به دست بیاریم اینجا دیگه یه کرنشی داره میگم اینو چطور به دست بیاریم میگم ما قبلا یه قانون داشتیم بهش میگفتیم قانون هوک میگفتیم آقا تنش میشه ای زب در کرنش میگی بله میگم خب الان تنش رو که به ما داده ای رو به ما داده خب ما کرنشش رو به دست میاریم دیگه کرنشه معادلش رو که میخواد ول کنه دیگه شکلو اون ول کردن من دارم خودمونی میگم یعنی لزوما ول نمیکنه قضیه اینطوری نیست خب میام اینجا میگم آقا چند گذاشتی 300. 300 300 بعدی شد 300 ای چنده 200 خب ده به تواناشون هم بذاریم میگا در دربتوان من در دربت بود گیگا در توان بود یعنی میشه یک در دربتوان من های سه خیلی واضح حالا در مورد این صحبت کنیم چی میگیم؟ میگیم که ما میخوایم بریم کرنشی که تا الان داشته رو حساب کنیم یعنی تغییر طول به طول اولیه ما که میشد کرنش ما همه کار میخوایم بکنیم آقا میخوای طولمون چقدر اضافه شده هفت میلیمتر طول اولیمون چنده گوشهش 500 این میشه حالا مقدار عددیشو حساب کن میشه کرنش الان ما این یکی میشه کرنشی که دیگه از سیگما وای رد میشه ما اگر بیم این دوتا رو از هم کم کنیم میرسیم به کرنشی که میمونه ما چی گفتیم؟ گفتیم اینجا به قبل همیشه برمیگرده اینجا به بعد که میمونه اصلا همین کار میخوایم بکنیم میخوایم بگیم آقا اونجا به بعد که میمونه منهای اونجا به بعد که برمیگرده میخوایم بگیم اونجا به بعد میخوایم بگیم کل تغییر کرنش به اونجایی که برمیگرده خلاصش چی میشه اونجایی که میمونه یه بار دیگه نگاه کل کرنشا منهای اونجایی که برمیگرده میرسی به اونجایی که تو شکلمون میماند خب حالا من مقدار عددی این حساب کنم که بیایم از همدیگه کمش کنیم به من ماشین حساب بیارم هفته تقسیم به پونصد میشه چهارده در در تمام چهارده در در توان من های سه الان باید بریم و چهارده و من های کنیم کنیم یه در توان من سه هم داره میشه چی؟ میشه نیوی یکیش بپره میشه سه میشه دوازده و نیم دوازده و نیم در در توان من های سه خب الان ما کرنش ماندگارشو به دست ما کرنش ماندگار کنیم مثلا یکی بهش بگی این چقدر تغییر طول داده کرنش رو که بهش نمیدی بهش تغییر طول رو میدی خب باید چیکار کنیم آقا اصلا ما گفتیم کرنش چیه کرنش ما گفتیم این حالت اولی همونه این حالت ثانوی هم. یه تغییر طولی داره دیگه کرنش ما میشه تغییر طول به طول اولیه الان ما کهنه داریم کهنه و زب در طول اولیه کنیم تغییرات طول به دست میاد الان ما کهنه و زب در طول اولیه میکنیم تغییرات طول به دست میاد کهنه رو اینجا حساب کرد کهنه دی زب داره طول اولیه هم که اینجا داریم میذاریم طول اولیه و میزان تغییر طول ما رو به دست میاد این داره 500 زب داره 12 در دعوت منو میذارم دیگه مال خودت موضوع من چیه الان؟ موضوع من اینه که بچه ها اگر سوالای دیدی که الاستوپلاستیکه از اول کار نترسید شما تو این سوالا باید اول از همه بفهمید که آقا اصلا الاستوپلاستیک چیه؟ چه مقدار رسیده؟ چطوری شده داستان؟ و از کجا؟ از کجا؟ از کجا دیگه رد کرده؟ نگاه مثلا اینجا، اینجای؟ کجای؟ الان تو کجای ما؟ و اینکه حتما این کنش وای به دست بیارید یه بررسی تو کار بزنید حالا من جلسه بعد میخوام یه چیز خیلی قوی تر از این حل کنم این بچه بازی بود قشنگ در مقابل اون و دیگه ما تو سال بعد دو جنس داریم دو تا نمودار داریم که بعد میکسش کنیم بعد حالا کرنش ریزیجوالش رو به دست بیاریم باقی موندهش رو به دست بیاریم چه بیدون همه چی به دست بیاریم دیگه و ته کاره اند کار قشنگ دیگه همین